سلام و درود دارم خدمت همه عزیزان، خدمت تک تک شماها که دارید الان لایو ما رو میبینید و خوش آمدگویی میکنم از همه شما عزیزان، مخصوصا دوستانی که در هر کدوم از پیجای عزیزان هستن: سمان جان، فاطمه جان، نسرین عزیز، ماندانه عزیز، نوشین عزیز و فریبای عزیز. امیدوارم که از لایو ما لذت ببرید. ما امروز هم یک موضوع بسیار نابی رو برای شما انتخاب کردیم و اینکه چجوری و به چه صورت جرأت داشته باشیم از نو شروع کنیم. چی رو باید از نو شروع بکنیم؟ مسلمه تغییر دادن در زندگیمون و اینکه دوست داشته باشیم با هر شرایط زندگی، با هر شرایط سنی که داریم، یه تغییر کلی در زندگیمون به وجود بیاریم. همه ماها دوستان عزیز، البته خب خودم رو باید یه کوچولو معرفی میکردم، فراموش کردم. گلستان هستم، در منطقه زندگی میکنم، جامعه شناسی خوندم و اینجا هم بیزینس خوندم و مدتی هم هستش که این بیزینس آنلاین رو شروع کردم. این از معرفی من. و اما در رابطه با موضوع که میخوام بگم، همه ماها هر روز دنبال یه تغییری در زندگیمون هستیم. بعضی ها دوست دارن این تغییرشون رو ارتقا بدن، بعضی ها دوست دارن یه زندگی بهتری برای خودشون برآورده بکنن از نظر مالی، و به هر حال همه ما توی کندوکاش هستیم، در حال تلاش هستیم. فرقی نمیکنه تو چه سنی باشیم، تو چه شرایطی باشیم، تو چه شغلی باشیم، بالاخره هدف ما این هستش که امیدی به زندگی و بهتر کردن زندگیمون داشته باشیم. و خوشبختانه میخوام در رابطه با دوستانی که در این جمع هستن و همه ماها یک هدف رو مد نظر داریم و اون هم این هستش که چطور میتونیم یک زندگی ایدئال برای خودمون، فرزندانمون و عزیزانمون برآورده بکنیم و تونستیم یک شروع نوعی داشته باشیم با شرایط سنی، با وجود مشکلات زندگیمون، با وجود تجربه‌ای که در این بیزینس به هیچ وجه نداشتیم و هیچ تجربه‌ای نداشتیم و هر کدوم از ماها مشکلات خاص خودمون رو داشتیم و به خاطر همین مشکلات دوست داشتیم که یک تغییری رو در زندگیمون به وجود بیاریم و از نو شروع بکنیم. و بعد از مدت‌ها و ماها که هر کدوم از ما دوستان بالاخره چند ماهی میگذره که یا به هر حال بیشتر از ماه، شاید به سالم رسیده باشه که این بیزینس رو شروع کردیم، الان وقتی برمیگردیم به گذشته فکر میکنیم که اون جرأت رو به خودمون دادیم که یک تغییر در زندگیمون به وجود بیاریم، الان داریم به نتیجه میرسیم. الان میبینیم که چقدر اعتماد به نفس در ما زیاد شده و چقدر افراد صبوری شدیم. من از اکثر دوستان واقعا تجربه کردم و شنیدم که یک تحولی در زندگیشون به وجود اومده که هیچ وقت تجربه نکردن. و این واقعا نتیجه این جرأت داشتن هر کدوم از ماها بوده که بالاخره هم از نظر مالی کمک کنیم به خودمون و خانوادهمون و هم ارتقای شخصیتی به ما داده و خلاصه گامهای بلندی رو برداشتیم برای تغییر در زندگیمون و مشکلات زیادی رو گذروندیم. راحت هم نبوده، مخصوصا آموزش هایی که در این بیزینس بوده با صبر و حوصله یاد گرفتیم و الانم یاد میگیریم و هیچ وقت هم به هر حال تموم شدنی نیست. هر روز و هر روز داریم چیزهای خوب و بهتری رو یاد میگیریم برای بهتر کردن زندگیمون. به هر حال این یک نوع جرأت داشتن و یک نوع جرأتی بوده که همه ما رو اینجا جمع کرده و خوشحالیم از این تغییر، خوشحالیم از این جرأت. و به هر حال دوستانم خیلی دوستانه و صمیمانه میخوام اینو بگم که هیچ وقت اگر آرزوی اون رو دارید و میخواهید به آرزوهاتون برسید، جرأت بکنید.
و نترسید و مطمئن باشید که این همین جرأت ها و همین نترسیدن ها باعث میشه که در زندگی پیشرفت بکنید. و الا خب اگر میخواید هر روزتون به همین روال پیش بره و با آرزوهاتون زندگی بکنید، اون یه مسئله دیگه است. بالاخره نمیخوام سرتون رو در بیارم، من از دوست نازنین دیگه درخواست میکنم فریبا جان تجربه خودشون رو در مورد این موضوع عنوان بکنن. بله، سلام به شما دوستای عزیزی که اینجا هستید. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما دوستای عزیز هستم. قبل از هر چیز اجازه بدید یه معرفی کوتاه از خودم برای عزیزایی که در جای دیگه هستن داشته باشم. فریبا هستم، از استرالیا حدود 20 سال پیش به همراه همسر و دو فرزندم به این کشور مهاجرت کردیم. سالها در حرفه آرایشگری تجربه کاری دارم، اما حالا به لطف بیزینس آنلاینی که انجام میدم میتونم از توی خونه کار کنم و بیشتر در کنار خانواده‌ام وقت بگذرونم. در رابطه با بحث امروزمون، سوالی که اغلب به ذهن ما میاد اینه که چطور میتونیم قدرت خودسازی و شروع دوباره رو در زندگی در خودمون ایجاد کنیم. گاهی وقتا شروع دوباره برای انجام هر کاری به نظرمون خیلی سخته و بعضی وقتا خیلی غیر ممکنه. اما واقعا همه چیز تو دستای خود ماست. اغلب افراد در گذشته زندگی میکنند یا نگران آیندهشون هستند. اگه بخوایم کار رو شروع بکنیم، از زمان حال باید شروع کنیم. به خودمون سخت نگیریم. فقط باید با قدم‌های کوچیک جلو بریم تا بتونیم از عهده اونا بر بیاییم. البته در اینجا چیزی که تجربه خودمه دارم برای شما دوستای خوب میگم. اول از هر چیز باید تصمیم بگیریم در زندگیمون چه کاری انجام بدیم. همین قدرت تصمیم گیری به ما انگیزه میده که به دنبال مهارت‌های لازم در اون زمینه باشیم. علاقه‌های خودمون رو در نظر بگیریم و با توجه به استعدادها و نقاط ضعف و قدرت خودمون میتونیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ارتقای شخصی و حرکت به سمت هدف‌هامون داشته باشیم. تغییراتی که میخواییم در زندگیمون به وجود بیاریم مستلزم اینه که با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو بشیم. اما باید همیشه یادتون باشه که هر چالش یه فرصت برای رشد و یادگیریه. به جای ترس از چالش ها، اونها رو به عنوان یه قدرت برای ارتقای شخصیتی خودمون به کار ببریم. ذهن مثبت داشته باشیم که واقعاً این نکته یکی از مهمترین عوامله. تغییر الگوها به ما اجازه میده که با دید جدیدی به همه چی نگاه کنیم. شروع دوباره در قدم اول به نظر من همینجوری که گلستان جون گفتن احتیاج به شجاعت داره. برای مثال مطمئنا همه ما زمانی که خواستیم بیزینس آنلاینمون رو شروع کنیم خیلی ترس داشتیم، چون هیچ چیز در مورد کار آنلاین نمیدونستیم. اما باور کنید نداشتن آگاهی و دانش لازم در مورد هر چیزی باعث ترس ما میشه. پس اگه واقعا میخواید یه زندگی ایدال برای خودتون بسازید، باید حداقل یک کمی شجاعت داشته باشید که فقط شروع کنید و در مسیر قرار بگیرید. آگاهی هامون رو در اون زمینه‌ای که واقعا نمیدونیم بالا ببریم، اطلاعاتمون رو تحقیق کنیم. مطمئن باشید از عهده همه چیز برمیاد، چون واقعا فقط آگاهیه که میتونه به اون چیزی که ما میخوایم ما رو برسونه. در صورت امیدوارم که همگی شما دوستان موفق باشید. از دوست خوبم نسرین جون دعوت میکنم که ادامه صحبت ها رو داشته باشه.
مرسی فریبا جون و گلستان عزیز، لذت بردم از صحبتاتون. اول از همه خودم معرفی کنم که من نسرین هستم، به مدت حدود 10 سال میشه که با همسرم مهاجرت کردم، الان یه دختر 4 ساله دارم و مدتی که این بیزنس جذاب رو شروع کردم. و چقدر خوبه که یه موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردیم، چون به نظر من یه قدرت میخواد که بخوای دوباره شروع بکنی، چون همه ما یه ترسی تو وجودمون هست و اینکه دوست نداریم از اون کامفورت زونمون بیایم بیرون که با چیزای جدید مواجه بشیم. به نظر من قدرت شروع دوباره در اینه که هر زمانی که نیاز باشه میتونیم به سمت اهداف جدیدمون حرکت بکنیم، که این شامل توانایی پذیرش تغییرات، انگیزه دوباره و استفاده از تجارب گذشته است برای بهبود و رشد خودمون، رشد فردیمون، که باید از این تجربیات یاد بگیریم و از اشتباهاتمون به عنوان فرصتهای یادگیری استفاده کنیم. و حتی داشتن یه روحیه مثبت و پشتکار هم کلیدی تو ایجاد این افکار مثبتمون میشه. در واقع مهم اینه که به خودمون اجازه بدیم که از اشتباه‌های گذشتمون درس بگیریم و با انگیزه و اصرار و پرقدرت‌تر از قبل دوباره شروع بکنیم و توی اون مسیر جدیدی که انتخاب کردیم موفق بشیم. پس بیایم همگی از شروع دوباره نترسیم، پرقدرت‌تر از قبل رو به جلو فقط در حرکت باشیم. سرتون رو درد نمیارم، دوست دارم نظر فاطمه جون رو بدونم توی این رابطه. سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. مرسی از شما دوستان خوبم که این فرصت رو با این مبحث بسیار جالب در اختیار من قرار دادید. به نظر من چطور شروع کردن و یا از کجا شروع کردن همش مستلزم این هست که اول ما ببینیم اصلا انگیزهی برای شروع کاری داریم. من و شما نمیتونیم کسی رو و یا خودمون رو تشویق به کاری بکنیم در صورتی که نیازی درش نیست. مثل اینه که من بگم شما نیاز داری که بیشتر پول داشته باشی، بس بیا یه کاری بکن، چه بسا اون فرد درآمدش خیلی بیشتر از اون کاری هست که مثلا داره بهش پیشنهاد میشه. بنابراین دو تا چیز به نظر من خیلی مهمه در شروع یه کار، یعنی یک چیز بسیار مهمه و اون داشتن انگیزه است. ولی این انگیزه گاهن میتونه نیاز مالی باشه و بسیاری از اوقات میتونه علاقه شخصی باشه، اینکه من از کامفورت زونم بیام بیرون و کاری رو بکنم که خلاف ذهنیت قبلی خودم هست. این خودش شجاعت بی‌نهایته. اینی که مثلا من یه کاری رو شروع بکنم ولی ندونم در چه جهتی هست، در جهت چه نیاز من هست، خب هیچ تأثیر مثبتی برای من نداره. اول اینکه من باید مسیر رو کاملا بشناسم، هدفها رو کاملا نقطه گذاری بکنم و مهمتر از همه این هست، وقتی که کلیت یه موضوع ماجرایی رو فهمیدم باید بدونم از کجا شروع بکنم و به کجا میخوام برسم. منظور من این هست که استپ بای استپ ما مسیر رو بشناسیم. شاید ترس از یک موضوع اینه، به فرض مجموعه کاری خودمون میگم، وقتی من میام شروع بکنم و میام توی مجموعه و کل موفقیت ها رو میبینم، خب میگم اینا خیلی طول کشیده به اینجا رسیدن، من عمرم بتونم مثل اینها باشم؟ نه، اشتباهه. من باید استپ جلوی روی خودم رو ببینم. یکی از دلایلی که شاید خیلی از آدم هایی که پتانسیل های خیلی بالایی دارن هیچ کاری رو شروع نمی کنن، حتی کوچکترین کاری که میتونه حال دلشون رو خوب بکنه، این هست که میان نهایت و گول اون کار رو نگاه میکنن. نه، استپ بعدی من برای این کار این هست که برم با افرادی مثل که تو این کار شروع کردن صحبت بکنم، ببینم از کجا به کجا رسیدن و برم آموزش های لازم رو ببینم. به نظر من غرق شدن در یک کار، شروع کردن یک کار، به شما مسیر رو به طور کامل نشون میده و باید که ترس نداشته باشید از اینکه این کار چقدر طول میکشه. باید مطمئن باشید که شما یک نقطه شروع دارید و یک گول دارید. در این مسیر ممکنه خیلی اتفاقات بیفته که این چالش ها خودش باعث یادگیری شما، رشد شخصیت شما، باعث بزرگ شدن دایره دوستان و ارتباطات شما میشه که این خودش به نوع خودش بی نظیره. ببخشید من خودم معرفی نکردم، فاطمه هستم، در کالیفرنیا زندگی میکنم، حدود 10 سال هست که مهاجرت کردم، نرس هستم و خدا رو شکر میکنم که با عزیزانی مثل شما آشنا شدم. مرسی ماندانا جون، من میدون رو به شما میسپارم عزیز.
منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و خیلی خوشحال هستم که دوباره در جمع دوستان هستم. همه دوستان قشنگ گفتن در مورد موضوع امروزمون که ما چطور میتونیم یک کار جدید رو شروع کنیم، واقعا باید از کجا این کار جدید رو شروع کنیم. همه ما وقتی که بخوایم یک کار جدیدی رو شروع کنیم واقعا اول سخت هست، نمیتونیم از اون کامفورتزونی که هست، از اون فکر کارمندی که داریم بیایم بیرون و یک کار جدید رو شروع کنیم که یک مسیر جدید رو به ما نشون میده و میتونیم یک تغییر بزرگی رو در زندگیمون ایجاد بکنیم. وقتی که شما از نظر روحی قدرت این رو داشته باشین، یعنی به معنای این هست که اراده، انگیزه و اعتماد به نفس دارین. وقتی شما اراده بکنید و اعتماد به نفس داشته باشین که من این کار رو میتونم انجام بدم، واردش میشم و درسته یک کار جدید هست، ولی وقتی که واردش میشید شما هر مشکلی رو که داشته باشین اون رو در زندگیتون پیش بیاد میتونید بهش واقف بشین و اون رو کنار بزنید و دوباره بلند شین و یک مسیر جدید رو طی کنید. وقتی که همه چیز بستگی به اراده، انگیزه و تصمیمات ما داره، این توانایی رو به ما میده که هر زمان که بخوایم مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم و به سمت بهتری حرکت کنیم. این بیزینس هم واقعا برای من همینطور بود، چون من کاری دارم که باید از صبح برم تا عصر کار کنم، هم کار سخت هست، همین که وقتی کمتری دارم که با در کنار دخترم باشم و این فکر افتادم که واقعا یک کار جدیدی رو باید شروع کنم و اراده و تصمیم گرفتم که این کار رو شروع کنم و خیلی خوشحال هستم که وارد این بیزینس شدم و مهمتر از همه این که در جمع دوستان هستم و دوستان زیادی رو در این موقعیت اینترنتی پیدا کردم. و خب اول از هر چیزی ترس داشتم و احساس میکردم که نمیتونم از پس این، یعنی نمیتونستم، از احساس میکردم که نمیتونم وارد این بیزینس بشم و بتونم این بیزینس رو شروع کنم، ولی با خودم فکر کردم، مایندستم رو درست کردم و تصمیم گرفتم که من میتونم این کار بکنم. و همینطور که وارد شدیم، مشکلاتی هم هست، ولی هر مشکلاتی باشه ما خودمون رو کنار میزنیم و میریم جلو. دوست داریم که این راه رو ادامه بدیم تا به انتها برسیم، همونطور افرادی که در این بیزینس هستن و موفق هستن و ما داریم اونها رو میبینیم که از کجا به کجا رسیدن. و اینطور هست که هفتگی یک سری زوم هایی داریم که اونها میان و تمام اون تجربیاتشون رو با ما شیر میکنن و به ما این بیزینسی هست که ما هر روز لرن میکنیم، هر روز چیزهایی رو یاد میگیریم از اونها و این به ما قدرت میده که این بیزینس رو ادامه بدیم و تا آخر پیش بریم. ممنونم که به صحبت‌های من گوش دادین. سمانه جان شما صحبت کنید. سلام به همه دوستای عزیز از هر جای دنیا که دارید ما رو نگاه می‌کنید. ایشالله که تنتون سلامت باشه و دلتون شاد. انقدر دوستان قشنگ صحبت کردن که انقدر نکته‌های خوبی رو گفتن که ماهایی که افتادیم آخری در ممکنه حرف کم بیاریم. اولا اینکه خودم معرفی میکنم، من سمانه هستم. برای کسایی که اولین بار منو میبینن، من یه مادر هستم، من دوتا دانشجو دارم، یه پاپی کوچولو دارم که الان چون بلنگومو از روی آف برداشتم پیشا پیش عذرخواهی میخوام اگه میکنم اگه یه هول بیاد داد بزنه، چون اینجا خیلی هوا سرده و خیلی باده و این تفلکی میترسه و داد میزنه. من 24 ساله که توی میسیساگا توی کانادا زندگی میکنم و مدتی هم هستش که این کار رو شروع کردم. وقتی که به من الان موضوع رو وقتی که مطرح کردن که شروع جدید باشه،
خیلی جالبه برای من. اولا ما این بیزینسی که کار میکنیم متاسفانه همینجا بگم از ایران و با افغانستان و جاهایی که تحت تحریم قابل اجرا نیست. این یک. دومن که خیلی تشکر میکنم تعداد زیادی الان انقدر زیاد برای ما کامنت گذاشتن. من از همه تون تشکر میکنم که اومدین و اینجا شرکت کردین و داریم به حرفای ما گوش میدین. شروع نوین. اکثر ماهایی که اینجا هستیم مهاجرت کردیم. درسته؟ یه شروع نوین بود. پس من کارم اینه که اولا با بچه های اسپیشال نیدز کار میکنم. خب پس یکی از کارام اینه که ما میگیم پازیتیو رینفورسمنت، همیشه به خاطر موفقیت های کوچیک به خودتون آفرین بگین و این بهتون امکان میده که جلو میرین. من الان دلایل رو نمیارم که بعد بله همه رو درست گفتن، انگیزه و بقیه چیزایی که بچه ها گفتن همه رو شنیدید، بسیار درست، ولی همه ما ها اون شروع نوین رو انجام دادیم. من الان دارم از بهتون از دل میگم وقتی موضوع مطرح شد یک جوریایی به ما اینجا بهش میگیم بدرسوید، هم برام جالب بود هم یه ذره به هر حال خاطراتی رو آورد. من موقعی که با همسرم اومدم ازدواج کردیم اومد اینجا، من خیلی جوان بودم، کت رو نداشتم، اون زمان اینترنت هم نبود، ما از این کارتا بود بهش میزدیم، اینطوری باید زنگ میزدیم. خب خیلی سخت بود. من اومده بودم اینجا چون من تغذیه خونده بودم، میخواستم بیام اینجا دکترا بگیرم و الو بلو اینا، خدا خواست و یک کوچولو به ما داد، دیگه هدیه خدا بود و همه چی عوض شد. من مجبور شدم شروع نو، فرهنگ جدید، همسر و همه چی جدید، تصمیم گرفتیم بله گیواب نمی کنیم. دلیل چی بود؟ یک کوچولو از ما تنهاییم، همون دلیلی که دارم بهتون میگم. اینو گذروندیم، دومی رو هم آوردیم و موندیم خونه. و چیزی رو که من دوستام نمیدونن، بین توی خانواده کوچولوی ما یه مشکل سلامتی پیش اومد و من و همسرم مجبور شدیم که دنیامونو عوض کنیم، رویاهامونو عوض کنیم و یه چیزایی رو از نو شروع کنیم. و من به خودم تبریک میگم چون دوباره این کارو کردم. بعد به خاطر بچه‌ها رشتم عوض کردم. اون موقع این بیزینس آنلاین نبود که من بتونم پیش بچه‌ها بشینم. بوسیدم گذاشتم کنار. رشته‌ای که توش تو A+ من باهاش فارغ التحصیل شدم. دو تا کار داشتم. بوسیدم گذاشتم کنار. گفتم فرق نمی‌کنه. دوباره شروع می‌کنم و موفق بشم. شدم و هر دو تا مدرکی که اینجا من گرفتم، بیهیویر ساینس گرفتم، با بچه‌های اسپشال گرفتم، همه رو من با A+ کردم و از نو شروع کردم. کارم به هم فشار آورد. بعد از 16 سال کار کردم با این بچه‌ها که جان من هستن، الان مجبور شدم دوباره شروع کنم. چرا؟ چون الان من رو مرخصی استلاجی هستم، من صدمه خوردم، بچه‌های دبیرستان هستن و من صدمه خوردم، یه مدت زیادی مریض بودم و دیگه این کاری که داشتم میکنم الانم برمیگردم، ولی نمیتونم چندین سال دیگه این کارو بکنم. یا میتونستم زانوی غم بغل بگیرم، یا میتونستم برای خودم تأسف بخورم، یا کاری رو که کردم دوباره از نو شروع کردم، دوباره از نو شروع میکنم و این کار رو از نو شروع کردم. من اصلا تکنولوژی بلد نبودم، سوالایی که از ما میکنین تکسوی نبودم، فقط میرفتم سوشال میدیا تیک میزدم، ولی الان از دوستان بپرسید که چقدر بلدم و افتخار میکنم که بلدم. پس بچه ها اگه من تونستم، اگه ماها تونستیم، شما هم میدونید میتونید. به همونطوری که گفتم به دلیلتون فکر بکنید، موفقیت ها رو کوچیک کوچیک کنین. ترس خیلی وجود داره، ولی گاهی اون انگیزه، اون دلیل میاد این ترس رو میزنه کنار. به خصوص برای کار ما که اصلا ریسکی وجود نداره. شما میای ایمیلتو میدی، ما همه جا داریم میریم ایمیل میدیم، ایمیلتو میدی اطلاعات مجانی دریافت میکنی، زبانت خیلی خوب نیست، بفرما ما همه اینجا هستیم، سیستم فارسی زبان ما هست، اون براتون اطلاعات میفرسته، کاملا ریسک فریه، بنابراین مشکلی نیست. من نمیگم بهتون چیکار کنید، من فقط شعر دارم بهتون میگم. من سه بار از نو شروع کردم، اگه من تونستم شما میتونید. ببخشید که خیلی صحبت کردم، ولی خواستم یه صحبت از دل براتون بکنم چون این دفعه موضوعش با بقیه مواقع فرق میکرد. میسپرم صحنه رو، بقیه رو به نسرین جون، ببخشید نوشین جون عزیز، عینکم هم ندارم. نوشین جون عزیز شما بفرمایید و جلسه ما رو ختم کنید عزیزم. مرسی از همگی، مرسی از کسایی که ما رو دارن الان دنبال میکنن. من خودم انقدر کیف کردم از صحبتاتون که خودم داشتم قشنگ به عنوان یه بیننده و شنونده گوش میکردم. دیگه فکر نمیکنم چیزی مونده باشه. من خودم پیشنهاد کردم که نفر آخر باشم، برای اینکه خیلی نکات قشنگی رو همه اشاره کردن و فکر نمیکنم چیز زیادی مونده باشه که من راجبش بگم.
فقط میخوام بگم که ما هممون نمونه ای از کسایی هستیم که از نو شروع کردیم، شاید بارها و بارها، و یکی از بزرگترین زمانهایی که ما از نو شروع کردیم همین مهاجرت کردن. حالا بعضی همون زندگیمون رو اینجا از صفر شروع کردیم، از بعد از ازدواج شروع کردیم، از زمان تحصیل شروع کردیم. یکی هم مثل من الان 6 ساله با همسرم و 3 فرزندم اومدم اینجا، اونجا برای خودمون زندگی کاملی داشتیم، ولی خب فکر کردیم به دلایلی که خودمون داشتیم دوباره بریم از نو شروع کنیم. بهمون هم خیلی گفتن خیلی سخته، اما نمیدونستیم انقدر سخته. و اومدیم اینجا و تک تکمون از خیلی نو، از زیر صفر شروع کردیم، همه چی رو از نو شروع کردیم، بچه ها تحصیلشون رو، نمیدونم، خود من که هر کدوم از مثل همه دوستان هر کدوم بالاخره بر خودمون جایگاهی داشتیم، تحصیلاتی داشتیم، از نو شروع کردیم. بر صورت اگر که اون زمان این تصمیم رو نمی گرفتم، الان که 6 سال گذشته بود و من هنوز اونجا بودم، برمیگشتم میگفتم بابا اگه من 6 سال پیش شروع کرده بودم، الان 6 سالم گذشته بود و فلان و فلان و به اونجا رسیده بودم، این کارم کرده بودم. و بنابراین اگر که به این فکر کنیم که به هر صورت باید تلاش کنیم که شروع کنیم و قدرت اینو داشته باشیم که بتونیم شروع بکنیم، هیچ وقت حسرت اینو نمیخوریم. یعنی حتی فردا من فکر میکنم چه خوب شد تو این لایو شرکت کردم. اگر به بهانه‌ای برای خودم، حالا خستم، از سر کار اومدم، کار دارم، اینا نمیتونستم هماهنگ کنم، این لایو رو که میدیدم گفتم آخ کاش منم شرکت میکردم. بنابراین برای هر کاری احتیاج هست، و همونطور که دوستان گفتن احتیاج به هدف، انگیزه و آگاهی از همه بیشتر، که تهش میرسیم به بیزینس خودمون که ما داریم آگاهی رو میدیم، ما داریم اطلاعات رو میدیم. کاملا این بیزینس بدون ریسک هستش و کاملا با خواست خودتون میاین و 1000 تا کمک دارین برای اینکه به این حالی برسین که ما الان هستیم. ما هممون به خودمون نزدیکتر شدیم، عزت نفسمون رفته بالا، اعتماد به نفسمون رفته بالا، و شاید بتونیم حتی شروعها و کارهای دیگر رو راحت‌تر از قبل انجام بدیم. به نظر من این هدیه‌ای بوده که این بیزینس به ما داده، و همین که میتونیم کنار هم دیگه باشیم و این احساسمون رو به شما بگیم، این هم یکی از مزایای این بیزینس هستش و خوشحال میشیم که بهتون معرفیش کنیم. ممنونم از همگی و از این جمع خوب و برنامه امروز. واو، بسیار بسیار خوب بود. من که واقعا لذت بردم و تمام صحبتاتون به قول معروف میگن آنچه از دل برایت بر دل نشیند، واقعا به دل میشن. امیدوارم که دوستان و عزیزانی هم که هر کجای دنیا هستن صحبتهای عزیزان رو شنیدن، واقعا من لذت بردم، شما هم لذت برده باشید. به هر حال وقت بهمون اجازه نمیده که بیشتر از این در کنار هم باشیم. آرزوی موفقیت میکنم و برای تک تکتون بهترین ها رو میخوایم. هر کجای دنیا که هستید خوب باشید و شما دوستان عزیز یک دنیا ممنون هستم که وقتتون رو گذاشتید برای این لایف. شما هم موفق و معید باشید. خداحافظ شما. خدا نگهدار. خداحافظ. 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 خداحافظ.